بله در حال اون چه مسلم هست ما در آستانه تولد شاه فقید ایران هستیم شاهی که همیشه زنده است شاهی که همیشه اسمش نامش به صلاح آثارش بقایاش یادگاریهاش و اون عظمت و شوکتی که در یک مقطع تاریخی برای ایران به وجود آورد و به هر حال به همین سادگی در طول این 30 سال از بین رفت صدمه دید واقعا اما در حال آن چیزی که پایه داره ریشه داره طبیعتا این ریشه خشک نمیشه و من شخصا با قاطعیت و ایمان باور بر این دارم که در حقیقت نام ایران همیشه بر صفحه زرین تاریخ ایران در حقیقت ثبت خواهد بود و من مطمئن هستم که افرادی که حتی گفتن دشمن بودن و امروز تبدیل به دوست شدن با توجه به عملکردی که از این جمهوری ننگین در این سالها دیدن هم ارادت خودشون هم دوستی خودشون و هم ندامت خودشون رو این روزها بیشتر میتونیم احساس بکنیم آقای رادمنش. من میخوام به دو مورد اشاره کنم. ببینید هیچ وقت وقتی سوال از منافع ملی کشور است هیچ وقت نباید سینه ورزی کرد سینه ها رو به میان آورد. سیاست یعنی دادن و گرفتن برای رسیدن به یه هدفی. بسیاری از کسانی که مخالف حکومت شاه بودن حالا من از چپ افراطی و گروه های اسلامی افراطی هیچ نامی نمیبرم از اونم انتظار نیست ولی دلخوری من و ناراحتی من از گروه هایی که به اصطلاح اسم ملی میبرن ملی یعنی چی یعنی از ناسیونالیسم یعنی وطن دوستی اینها چه خیانتی کردن مرتب این جنبه ها از تاریخ معاصر ما هیچوقت گفته نشد در دهه 40 خورشیدی پادشاه سعی زیادی کرده با جبهه ملی تماس بگیره از اونا دعوت بکنه و اونا خیلی راحت کارشون رو راحت کردن بشه فکر کردن نه ما با این حکومت هیچ همکاری نمی کنیم چه حکومت برآمده از کودتا اوکی؟ حالا من وارد اون بحث کودتا نمیخوام الان بشم چون اون خودش خیلی بحث میکنه و بعد دیدیم در سالهای در روزهای بحرانی هفته های بحرانی وقتی شاه میاد از زنیاد دکتر غلام حسین صدیقی کمک میخواد من براش بسیار احترام قائلم مردی بود وطن دوست ولی آنقدر جرأت رو متاسفانه نداشت که بیاد وسط خلاصتی که پیدا شد زندیار شاپور بختیار بود اومد این مسئولیت رو قبول کرد و ببینید بقیه جبهه ملی چیکار کردن شما ببینید همین زندیار یاریوش فروهر چقدر کارشکنی در کار دکتر بختیار کرد سنجابی که اصلا حرفی ازش نمیزنه دکتر مدنی چیکار کرد همین آقای عباس امین رضا چیکار کرد من به عنوان کارشناس اقتصادی در این باورم ریشه بدبختی های امروز اقتصاد ایران در تصمیمات غلطی بود که همین ملی مطلب یا همین جبهه ملی در 6 ماه اول انقلاب گرفتن تسلیم کمونیست ها شدن تسلیم توده ها شدن و به اصطلاح اومدن دارایی های مملکت رو ملی کردن سرمایه گذاری خارجی رو ملی کردن و کمک کردن به تشکیل بنیادهایی که امروز مثل سرطان در اقتصاد ما چنگ انداختن شما این ضربه ای که به عرصه ایستادن کیا بودن پشت سپاه آقای سازگاره امروز در اینجا چیکار میکنه ببینید سپاه رو واسه چی تشکیل دادن مگه ما ارتش نداشتیم تسلیم صحبت چپی ها شده وقتی شعار میدادن ارتش خلقی وفا میکنیم میهن خویش را رها میکنیم و همین کارا رو داشتن همین ضربه رو زدن و بعد از بیخردی این آقایی من میدونم مثالی دارم یکی از دوستان من چون من به علت کارم شناخت باید شناخت از کشورهای مختلف داشته باشم در اروپا یکی از دوستان من که مقیم سوئد هست 1976 از یک روزنامه سوئدی مقاله‌ای رو اون زمان ایمیل نبود کپی کرد ترجمه شد برای من فرستاد 1996 50 سال تولد پادشاه فعلی سوئد بود خب در غرب 50 سال رو خیلی بهش ارج می‌دارم و این روزنامه هم که این مقاله رو نوشت روزنامه‌ای بود نزدیک به اسم افتون بلادت نزدیک به جناح سوسیال دموکرات سوئد سوسیال دموکرات در سوئد از دهه 1920 وارد سیاست شدن وارد عرصه سیاسی سوئد شدن و خب برای پای ریزی رفاه اجتماعی خیلی کارا کردن در سوئد و میشه گفت در این 70-80 سال 80% مدت قدرت رو داشتن نویسنده این مقاله خودش از بزرگان سوسیال دموکرات بود گفت ما در دهه 20 میلادی جنبش سوسیال دموکراسی در سوئد این قدرت داشت که پادشاهی رو به زیر بکشه و جمهوری اعلام بکنه ولی ما این کارو نکردیم برای اینکه دیدیم که این بسیار مخاطره‌آمیزه پادشاهی ریشه داره وقتی میگیم ریشه داره در سوئد یعنی ریشه 670 ساله داره سوئد کشوری هم بود کوچیک کشوری هم پیشرفته کشوری هم بود باسواد صنعتی ولی ما این کارو نکردیم ما به جاش اومدیم رفتیم در رفرم سیاسی کار گذاشتیم حالا ببینید این تحصیل کرده های ما به صلاح در جبهه ملی که همه چیزم لقب دکترهای این برای دکترهای اون برای داشتن و دم از مشروط خواهی می زدن
اینها چه بلایی را آوردن با کمک به استعمار که پادشاهی در اینا سرنگون بکنه و آنقدر غیرت نداشتن که از اون شیر و خوشیری که وسط پرچم ایران بود و نقش مهمی رو در مشروطه داشت مدرخ شیر و شمشیر رو در سردر مجلسمون در بهار فلاشی از اون شیر و خوشیر دفاع بکنن و ما میدونیم که شیش هفت ما یک سال اول انقلاب یک سوراخی در این پرچم سرنگ ما بود تا اینکه این مارک سیک های هند و یا عنکبوت را بودن در پرچم ما گذاشتن. ببینید این آقایون چقدر به خطا میرفتن، حتی امروز هم دارید این خطا رو میبینید، اما تاریخ بزرگترین یا گویاترین سندی که برای انسان ها میمونه و اون چیزی که امروز در ایران هست آن انقدری هم از زیربنای اقتصادی ایران که شما میبینید از زمان پهلوی اول و پهلوی دوم این رژیم چه غلطی کرد. امروز کسانی که میرن پرواز میکنن به ایران و میان باقی مانده اون ایرانی که در زمانی در دوران خودش حرف اول رو در آسیا میزد در از هواپیمای ژاپن و ما امروز به چه بدبختی افتاد که ناتمام موند البته امروز و اون در ارتباط با اون نظم و انضباط و ترتیب و اون سازمان بسیار بزرگ و مجهزی بود به نام هواپیمای ملی ایران به سرپرستی تیمسار سپهبد شادروان خاتمی خادمی. و جالب اینجا بود که سازمانی و تشکیلاتی آقای رادمنش که 50 سال پیش از نظر کیفیت، از نظر سازمان، تجهیزات و انضباط کاری برابری می‌کرد 50 سال پیشش با بهترین‌های امروز در سال 2009 دنیا. خیلی مسئله مهم بود آقای رادمنش. مثلا من هفته پیش بود گزارش رو میکنم از جال هواپیمای ملی ژاپن که یک بدهی 6-7 میلیارد دلاری داره و به احتمال خیلی قوی برشکست میشه اینکه فرانس کیلن میان و میکنن سهامش رو. ببینید فار از ژاپنه، این در کجاست و آن زمان ایرانه در کجا بود و فراموش نکنیم در شهر نشینای جنوب خلیج فارس مردم با چطور میرفتن و در هم خودی میدادید و امروز ببینیم که همین شهر نشینان قطر و امارات هواپیماییشون از هر شهر ایران در خلاف همه قوانین بین المللی این رژیم تمام وقت پشت میشه از هر شهر بزرگ ایران مستقیما به قطر و به دوحه پرواز کنند. در این جای تاسف جای و باز این روح پادشاه بقید ایران شاد باشه و من امیدوارم که نسل امروز میاد و به موقع قطعا همینطوره. قطعا همینطوره. ضمن اینکه ضمن تشکر از جناب عالی آقای رادمنش عزیز من در این لحظه به یه مسئله اشاره کنم و اون مسئله عدل و عدالت هست در قضاوت کردن حتی اگه 30 سال از اوش بگذره. ما هنوز که هنوزه با توجه به اینکه به هر حال یک عده‌ای معتقد بودند که شاه ایران ارتش را رها کرد، شاه ایران اینطور کرد، آنطور کرد و امروز خیلی اینطور آنطورها را مطرح می‌کنند، اما داریم به نتیجه می‌رسیم که چرا باید این اتفاقات می‌افتاد و چرا افتاد. اما یک مورد فراموش نکنیم که همون ارتشی‌هایی که امروز عمرای ما، افسران ما، تمام افرادی که به نوعی با ارتش در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بودند، هنوز که هنوزه تقریبا دیده نشده که اسمی از شاه فقید بیاد و با عنوان اعلی حضرت بعد از 30 سالشون رو خطاب نکنند. در رابطه با رابطه‌ای که بین شاه و ارتش وجود داشت از لحاظ سیاسی و اجتماعی یک نکته مهمی رو بسیاری از کسانی که میان و میگن که شاه چرا نکشت و چرا ارتش رو نگرفت فراموش میکنن اگر شاه این کارو میکرد خودشون امروز ممکن بود وجود نداشته باشن که اون حرفو بزنن. درود بر شما. بارها گفتم که طرز فکرم در روی خون باشه. من سپاسگزارم از شما و شنوندگان و بینندگان و پیروزی ملت بزرگ ایران رو آرزو می‌کنم. بسیار متشکرم. شب بخیر در اروپا. آقای رادمنش عزیز.